درگیری باندهای رقیب در دیکتاتوری حاکم بر میهنمون همچنان رو به افزایشه. نکاتی که طرفین میگن و متقابلن پاسخهایی که میگیرند. از جمله روزنامه کیهان در سرمقاله امروزش با اشاره به نفرت باند رقیب به جنگ و دعواهای این چند وقت اخیر و درگیری های رسانه‌ایشون با همدیگه نوشتند. حداد عادل چگونه آب در لانه مورچگان ریخت؟ در همین رابطه گفتگویی داریم با آقای ابوالفضل فولادمند. سلام کنم خدمت شما، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. بله، همونطور که من در مقدمه هم اشاره کردم، حداد عادل چی گفته؟ خطاب به چه کسی؟ چه حرفی زده که میگن آب در لانه مورچگان ریخته؟ این سرمقاله کیهان بوده که حرف حداد عادل رو گفته. حداد عادل گفته بود به پزشکیان که آقا جان دنبال مسائل فرهنگی نرو. مسائل فرهنگی کد مسائل منتج به سرکوبه، مثل مسئله حجاب، مثل مسئله دانشگاه ها، دانشجویان، دانش آموزان و اخشان. گفته دنبال مسائل مربوط به فرهنگی نرو، یه راست برو سراغ مسائل اقتصادی. تا اینجوری برای خودتان دیگه درد سر درست نمی کنی. چون سراغ اونو که برید درد سر و گرفتاری خواهید داشت. اینو که گفته طرفدارای و نفرات پزشکیان هم به هم ریختن و این تعبیر کرده به آب ریختن در لونه مورچگان. خب همین که میگید دقیقاً منظورتون از این چیه؟ که میگن کلماتی به طور خاص کلمات دردسر و گرفتاری، منظورشون از این کلماتی که به کار میبرن یعنی چی؟ باز ایناشون همش با کد حرف میزنن دیگه. دردسر و گرفتاری یعنی که اون شکافی که در بالای نظام ایجاد شده شما اینو بیشترش نکن. حالا یعنی چی؟ یعنی که ببینید این حرف رو ببینید، خامنه ای هم این حرف رو به نوعی زده بود دیگه، مسائل فرهنگی رو. خامنه ای هم گفته بود که الان مسائل فرهنگی اولویت ما نیست، اولویت ما مسائل اقتصادی است. که پزشکیان اینو گفته بود، گفته بود برو دنبال این صحبت ها. خب البته اینا باز دو تعبیر میشه ازش کرد، ولی به هر حال یعنی این که یک تفاوت نظر یا یک اختلافی ظاهرا هست که داره بهش میگه که این طرف نه، یا برو اون طرفی که من میگم، این کارو نکن، اون کاری که من میگم بکن. که حتی بعضیا تعبیر میکنن به این که خامنه ای که گفته که دنبال مسائل فرهنگی نرو یا مسائل فرهنگی اولویت ما نیست، یعنی این که الان دیگه ما مشکل مثلا سرکوب زنان یا سرکوب دانشجویان، اشغال دانشگاه اینا رو نداریم. البته این حرفی است که اون کسانی که عادت دارن خاک تو چشم مردم بپاشند و توهم پراکنی کنند این حرف رو میزنن. اگر نه شما به خیابون که نگاه میکنید گشت ارشاد و سرکوب سر جاش هست، نمیدونم وارسی موبایل مردم توی خیابون و کوچه سر جاش هست، دانشگاه ها در اشغال هست. یعنی این در یک کلام بهش میگه که موضوع چیه که این مسئله بعدی که دارن میگن سر اقتصاد مقدم تره برشون به نسبت موضوعات فرهنگی. همین که آب رو همون کاری که رئیسی داشت میکردن و با رئیسی میکردیم تا هم همون کار رو بکن. البته اینا خودش انتظام داده به این کار انجام بده. خب دیگه ببینید این دستگاهی است که چیده شده برای این کار. یعنی اگه بخوایم ما واقعا یک گام بریم به عمق مسئله رو نگاه کنیم، باید بپرسیم که خب به هر حال چی میشه؟ آیا این نمادی از شروع یک تغییر در سیاست‌های رژیم، یا اینی که شروع تغییر در سیاست‌های رژیم خودش نماد آب ریختن در لونه مورچه‌ها و نمی‌دونم دردسر ایجاد کردن و گرفتاری است؟ به طور واقعی ببینید این رژیم سیستماتیک دستگاهن بنیادن اینطوری ساخته شده که اگه هر اتفاقی بخواد توش بیفته، هر تغییری بخواد درش به وجود بیاد، عملا باید دیده بشه دیگه. یا در سیاست داخلی باید دیده بشه، یا در سیاست منطقه‌ای باید دیده بشه، یا در سیاست خارجی باید دیده بشه. خب الان در سیاست داخلی نگاه میکنیم، آیا در سیاست داخلی سرکوب که دستورالعمل اصلی اینهاست تغییری کرده؟ سرکوب سر جاشه، گشت ارشاد سر جاشه، دانشگاه ها که در اشغال نظامی ها و چماقدار ها و لباس شخصی ها سر جاشه، دانش آموز ها که سر جاشون دارن سرکوب میشن، اساتید دانشگاه ها که دارن اخراج میشن، دبیرها و مدیران 20,000 تا بازنشسته شدن بل اجبار یا کنار گذاشته شدن. یعنی این از داخل. مردم هم البته من بگم مردم ما بسیار خوشدارتر از این صحبتن که بخوان گیر این حرف ها باشن، به خاطر اینی که مردم هم اتفاقا بسیار بسیار پوزیتیویستی برخورد میکنن با رژیم تا نبینن تغییری رو، که باور نمیشه. حتی وقتی هم یکی میاد ندا میده که آقا میخوایم تغییر ایجاد کنیم، میگه اول ایجاد کن بعد حرفش رو بزن. در سیاست منطقه‌ای چی؟ آیا در سیاست منطقه‌ای مثلا سیاست رژیم تغییر کرده؟ شما نیا کنید ببینید طی همین چند وقت، ما میگم بیشتر نمیرم، مثلا همین یکی دو ماه اخیری که این بابا اومده یا داره میاد، ببینید حمله به همه جی... یک کلام بگم
جنگ افروزی های رژیم، سیاست های جنگ افروزانه رژیم نه تنها کم نشده، تشدید هم شده. حمله به تلاوی حوثی‌ها داشتن که انجام شد، حمله اونا به نمیدونم جولان داشتن که انجام شد، متقابلا خب اینا دیگه در لبنان دو شب پیش زدن که پاسخ بود دیگه. یعنی میخوام بگین رژیم همچنان در تمام سیاستاش داره سیاست سابق رو پیش میبره، چیزی تغییر نکرده. در سیاست های منطقه هیچ تغییری نکرده، کمان که آتش جنگ الان داره شعله ورتر میشه به خاطر سیاست های جنگ افروزانه رژیم. صدور تروریسمش به خارج هم، خارج از منطقه خاورمیانه رو من عرض میکنم، یعنی در اروپا و آمریکا که ادامه داره، نشون به همون نشون. خب خود شما شاهد بودید دیگه، بینندگان شاهد بودن در این قضیه که هفته پیش بود که آلمانی ها، دولت آلمان، امنیت آلمان به 50 خورده مرکز تروریستی رژیم در آلمان حمله کرد، شبیه خون زد و گرفت و بست. اینا کسایی هستند که اصلا جونشون بند مماشات بوده، بند سیاست مماشات بوده. ببین دیگه به کجاش رسیده که اومده و 50 مرکز رژیم رو حمله کرده، شبیه خون زده و بسته. آلمان اینطوری، در هلند هم رفتن گرفتن، در دانمارک هم رفتن گرفتن. ببینید سیاست های اینها هیچ تغییری نکرده. داستانی هم که الان اون شکافی هم که به هر حال در بالا باز شده، همه این حرفایی که میزنن به خاطر اینه که این شکاف رو بتونن هم برن که اون سیاست به طور عادی پیش بره. اگر نه حتی نمیدونم چقدر وقت داریم بفهمید. ولی ببینید حتی وقتی که به پزشکیان میگن که آقا ول کن تو مسائل فرهنگی رو ول کن، برو دنبال مسائل اقتصادی، در اقتصاد هم دارن حرف پوشالی میزنن به خاطر اینی که در مسائل اقتصادی 80% اقتصاد ایران دست خامنه ای و سپاه پاسداران بنیاد اون آستان قدس رضویه که امام رضا بزن تو کمرشون، اینا کجا 20%ش دست دولتی که این 20% هم افتضاح. همین روزنامه‌های رژیم برداشتن اخیرا نوشتن که آقا صندوق دولتی رو داره تحویل میگیره، خزانه دولتی داره تحویل میگیره 170 میلیون دلار. همچین چیزی مثلا پول توش برای تو سه روز دستمزد حقوق بگیران پول توشه، یعنی پولی هم این دولت. اگه همچنان دارن سیاست رئیس جلال رو پیش میبرن، چرا انقدر دعوا و به هم ریختگی در درون حکومت؟ درگیری بانتا ناشی از چی؟ عرض کردم که به هر حال ببینید از یک واقعیت نمیشه گذشت، و اون این که در بالا یک شکاف ایجاد شده. اینا میخوان این شکاف رو تا الان که اندکی شکاف باز شده اونو میخوان الان بخیش کنن، اونو میخوان دخت و دوست کنن، حالا بترسوننش، بنشوننش سر جاش، تحقیرش کنن و بهش بگن که آقا همین. البته این هم آدمیه که پذیرای این اصلا خودش این کاره است، چون خود اینم به طور واقعی قول جدی نداده، همش گفته من میخوام برنامه رئیسی رو پیش برم، من تابع سیاست‌های فلانم. اونم هی دم به ساعت این رو به یادآوری میکنه آقا سیاست‌های بالادستی رو، نهادهای بالادستی یعنی خامنه‌ای و طرفا نفراتش انجام میدن، تصمیم میگیرن و سیاست گذاری میکنن. این چیزایی که به تو برمیگرده همین نون آبیه که باید بری تهیه بکنی، که این رو هم من الان عرض کردم خدمت شما بینندگان. آقا با مملکتی که 20% اقتصادش دست دولته، با اینکه نمیشه اقتصاد رو اداره کرد، با اینکه نمیشه مسائل اقتصادی و معیشتی مردم رو حل کرد، خودشون گفتن 36 میلیارد دلار نفت ته این چند وقت در این دوره رئیسی اینا فروختن، ولی چرا صندوق دولت اونقدر خالیه که یارو برگشته گفته که آقا برای دو سه روز فقط دستمزد حقوق بگیران ما پول داریم، یعنی حقوق ما رو نمیتونی بگیم. آره خب یعنی این که اون حرف هم پوشاله. آقا این هر چی داره اینا همشو، هر چی پول نفت گیر میاره، هر چی از پتروشیمی ها و فولاد و اینا رو دست میاره، اینا همه رو خرج چی میکنه؟ تروریسم، صدور جنگ. این بنیادش بر این نهاده شده و این سیاست ها هم در کجا تصمیم گرفته میشه؟ در خود خامنه ای، ولی فقیه. چرا؟ به خاطر اینکه این سیستم اصلا بنیادش در قانون اساسیش هم همینه. همه این سیستم یک سویه در یک هرم خلاصه شده که همه بندن به اون بالایی با نخی. اون بالایی کیه؟ ولی فقیه. مجریه دستشه، قضاییه دستشه، اون یکی نمیدونم مقننه دستشه، رادیو تلویزیون و تبلیغات دستش. خب در یک همچین دستگاهی چه تغییری؟ تغییری در کار نیست. اتفاقا مردم ما هم این رو میدونن و حتی طرف حساب خارجی. مطمئن باشید اگر آلمان ها، اگر اروپایی ها، اگر غربی ها کلن و یا حتی اگر همین طرف حساب های منطقه رژیم که الان باش درگیر شدن و پنج به پنج هن، اگر اینا به اندازه یک سر سوزن احتمال میدادن تغییری در این رژیم به وجود اومده یا میاد با این خطا رو باش نمیرفتن، این کارها رو نمیشدن.
چون مطمئنن هیچ تغییری اتفاق نیفتاده و نمیفته، اینجوریه که میزنن و زد و خورد الان آتیش بالا گرفته. این به خاطر اینه. اونا هم پوزیتیویست تر از بانو شمال اتفاقا، مردم ما ایزن همین. پس منظور خودشون از مشکل و گرفتاری دقیقاً همین. بله. اینا میخوام فقط اون شکافی که اون بالا پیش اومده بر اثر این تنش ها یه وقت بیشتر نشه، که این حالت خوب کانونای شورشی دارن کارشون رو میکنن. عرضم به حضور شما اعتصاب الان 18 تا زندان اعتصاب، یعنی مقاومت اونجا جریان داره، مردم حواسشون هست، دارن کارشون رو میکنن. من فکر کنم دارم هر وقت الان که میرم بیرون، ولی میخوام بگم که مردم هم میدونن، هم غربی ها و طرف حسابهای خارجی و منطقه اینا میدونن، هم مردم میدونن که آقا هیچ اتفاقی نیفتاده و نخواهد افتاد. و سگ برادر شغاله دقیقاً این تعریف روشنی که میشه از این رژیم و وضعیت فعلیش کرد. بله، با تشکر از تمام توضیحاتتون به حضورتون در این برنامه. خواهش می‌کنم.